زیبا ولپوت از این زیباتر نشان دادن وضعیت موجود امکان پذیر نیست. Thank you. درآمد سرشار نفت و گاز و تولید ملی را به یغما میبرد. خود میخورند و به همپالگی های خود در گوشه و کنار جهان میبخشند. نان را از سفره ایرانی میبرند و به کیسه حزب الله لبنان و حماس میریزند. در قصرهایشان در سایه نیروهای اهریمنی امنیتیشان میخوابند و باکشان نیست که کودکان بی پناه خیابانی شب را چگونه به صبح میرسانند. اینجا را من اضافه میکنم: مرگ بر حکومت اسلامی. آشوبگری و پیگیری سیاست نافرجام هسته‌ای به شیوهی نابخردانه و با جنجال آفرینی صحنه سیاست بین المللی و منطقه‌ای را چنان به زیان منافع ملی ایران درآورده است که قدرت‌های بزرگ جهانی و کشورهای منطقه به هر بازی سیاسی که می‌خواهند علیه منافع ملی ایران ما دست می‌زنند و باز هم توسط رژیم به رجزخوانی ادامه داده می‌شود. همین شرایط تمامیت ارضی ایران را در خطر دست اندازی قرار می دهد، زیرا ضعف سیاسی و بازی های ناشیانه این حکومت ضد ملی در عرصه جهانی به جایی کشیده است که سران کشورهای عرب منطقه اکنون جسارت یافته اند تا بی‌شرمانه و آشکارا ادعاهای واهی خود درباره خلیج همیشگی پارس همیشگی فارس و جزایر سگانه را در حضور رئیس جمهوری منتصب رژیم احمدی نژاد تکرار می کنند و یا از این شرم‌آورتر آنکه جهت جلب رضایت همسایگان عرب اسم کاذب خلیج دوستی بر روی خلیج فارس ارائه می دهند که به طور مطلق به غیر از ضدیت با منافع و غرور ملی در اوج زبونی رژیم معنی دیگری ندارد. جلال طالبانی به خود اجازه می دهد و گستاخانه قرارداد 1957 را 1975 ایران و عراق را قراردادی خائنانه و بی اعتبار می خواند و سپس موقتاً دو پهلو پس می گیرد. دولت آمریکا یک روز با چماق درگیری نظامی با ایران و یک روز با هویج گزارش امنیتی مثلا کارشناسانش این حکومت را به تسلیم و بندوبست‌های پنهانی وامی دارد. همیهنان، هموطنان، عزیزان، اکنون شرایطی پیش آمده است که اگر زد و بندهای بین المللی با حکومت اسلامی به جایی برسد که رژیم برای اجتناب از نابودی و درگیری های بین المللی دست از آشوبگری در منطقه بردارد و در سودای خام دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای و سودای خام دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای را به یک سو نهد، بختی تازه برای ایرانیان پدید آمده است تا برای براندازی این حکومت نالایق و ستمگر تنها به اتکای نیروهای ملی آزادیخواه ایران گامهای تازه تری بردارد. واقعیت مسلم این است که این حکومت هرگز درک و لیاقت اداره سرزمینی چون ایران با مردمی که غرور و سرافرازی آنها همواره خواستار دستیابی به آزادی، سربلندی ملی و زندگی پیشرفته و مدرنست را نداشته و ندارند. اگر فقط یک روز دست نیروهای سرکوبگر از پشت این حکومتگران منفور و نالایق برداشته شود، پایان عمر آنان رقم خورده است. اما حتی اگر تمامی دولت‌های جهان نیز دست دوستی در دست اینان بگذارند، هرگز تضمینی برای ادامه حیات آنان فراهم نمی شود. همیهنان، ابعاد پریشان حالی ملتی، تکرار می کنم، این یک کمی چاپ بد شده. همیهنان، ابعاد پریشان حالی ملی و در خطر قرار گرفتن موجودیت ایران دیگر احتیاجی به بحث و توضیح ندارد
و ملموس شدن تمامی واقعیات هولناک داخلی و خارجی فرصتی یگانه در مقابل مبارزان جدی قرار می دهد تا که در هر کجا که هستند در چارچوب همبستگی ملی با اتکا به آرمانهای مشترک و از میان برداشتن اختلافهای سطحی خود نفاق و پراکندگی را به یک سو نهند و با همه توان خود برای برانداختن حکومت دینی به یاری یکدیگر به منظور پیشبرد مبارزه در داخل کشور بپاخیزند. لمس این واقعیات پیامی بوده است که این رسانه که منظورشون رسانه پیام آزادی آقای دکتر مهداد خانساری، دکتر حسین خبیر، کاظم مجتهدی و فریدون توفیقی نازنین ماست رو دارن میگن منظورشون اینه، بر این اساس بپاخیزن. لمس این واقعیات پیامی بوده است که این رسانه پیام آزادی در چند ماه گذشته بر روی آن تأکید ورزیده و جای شکی وجود ندارد که ادامه پراکندگی موجود سبب حفظ این بدبختی ملی و گناهی است بزرگ بر دوش مدعیان مبارزه برای آزادی ایران. بر این اساس بخش سیاسی تلویزیون پیام آزادی با تکرار اعتقاد بر ضرورت حیاتی ایجاد همبستگی جهت رسیدن به نجات ایران از همه سازمان‌های سیاسی، شخصیت‌های منفرد ملی که دارای آرمان‌های مشترک برقراری یک حکومت غیر دینی ملی، آزادی‌خواه و پیشرو در میهنمان ایران هستند، دعوت نموده است تا در چارچوب دستیابی به توافق و رسیدن به همبستگی ملی، نیروهای خود را برای یک مبارزه یکپارچه و منسجم بسیج نماید. دستیابی به این امر اکنون به ضرورتی فوری تبدیل شده است. به ویژه بدان سبب که کلیه دستمندی‌های ظاهری رژیم از اصولگرا تا مثلا اصلاح طلب همگی یک صدا و متحد بر تبل انتخابات میکوبند و میکوشند در شرایطی که مردم یک پارچه از آنان روی گردان هستند و امیدی به بهبود اوضاع در زیر سلطه این رژیم ندارند، آنان را یک بار دیگر به پای صندوقهای رأی بکشانند و ورشکستگی خود را در سایه دروغین و نشدنی ترفندی جدید یعنی ادعای درخواست انتخابات آزاد برای مجلس شورای اسلامی پنهان سازد. اینجاست که دیگر وظیفه هر ایرانی مبارز با این سرنوشت است. که باید با هر وسیله که در اختیار و توان دارد در مقابل این صحنه سازی های از پیش تدارک یافته شجاعانه برخیزد و برای همیشه به کلیه ادعاهای ملی ایرانیان فرهنگ